درود بر شما همراهان گرامی و عزیز، به کانال خودتون خوش آمدید. نگذارید به نام شما و به پشتوانه رأی شما قیمت آب و نان و بنزین را افزایش دهند. هیچ منطقی وجود نداره ما بنزین رو بخریم به قیمت مثلا دلار آزاد، بیاییم بفروشیم به قیمت مثلا سوبسید دار. حالا اونی که میدیم بدیم، حالا خود این جای بحثه، آیا باید بدیم؟ علم اقتصاد، دانشمندان، تجربه بین المللی این حرف رو اما قبول میکنن. این اقتصاددانای ما هستن، کارشناسای ما هستن، باید بلندشن و نسبت به این سیاستهای نادرستی که اجرا میکنیم اعتراض کنن. حالا اون اعتراض نمیکنن، من پول گندم ندارم، پول دارو ندارم، پول نهاده ندارم، پول به اصطلاح حقوق بازنشسته رو ندارم، اون وقت بنزین رو میخوانم دلاری 50 تومن میفروشم 10 تومن. کدوم منطقی این رو از ما قبول میکنه که ما داریم این کار رو میکنیم؟ هر انسان آگاهی، هر انسان دانشمندی، هر انسان دغدغه‌مندی، من تصور نمیکنم این نوع سیاست رو، این نوع نگاه رو بپذیره. مسعود پزشکیان با مجوز علی خامنه‌ای و با هدف احیای برجام در اواخر شهریور ماه راهی نیویورک خواهد شد و این بخش از جملات خامنه‌ای که گفت به دشمن امید نبندیم، این منافاتی نداره که با همون دشمن در جایی تعامل کنیم. در ملاقات دیروزش با هیئت دولت ناظر به صدور این مجوز برای رایزنی و مذاکرات دولت منتصبش در سفر نیویورک گفته شده، تهدید روی کار آمدن ترامپ برای جمهوری اسلامی دلیل صدور این مجوز توسط مرده متحرک مثل خامنه‌ایه که بیان شده. باید ببینیم که مقامات آمریکایی از این مذاکرات استقبال می‌کنند یا خیر. آقای رئیس جمهور تو این زمینه خیلی پرکار و با تلاش وارد شدند برای انتخاب وزیرانی که باید با ایشون همه کاری کنن. با بنده هم مشورت کردن و من خب بعضی از افرادی که تعدادی رو که میشناختم یا صلاحیت اونها از طرق مورد وثوق به ما رسیده بود اینا رو تأیید کردم، بعضی رو هم تأکید کردم، تعداد بیشتری رو هم نمیشناختم، گفتم نظری نسبت به اونها ندارم. خب به حمدالله ایشون تونستن انتخاب رو انجام بدن و مجلس رو هم قانع کنند و این موفقیت بزرگی بود. خامنه ای جنگ امروز رو جنگ اتم و هوش مصنوعی میدونه و جای دیگه مسئله تولید، یعنی همان تولید بمب اتم رو گره‌گشای تمام مسائل اقتصادی میدونه و این سخنانیه که بهانه همراهی پوتین در براندازیه، وقتی که آمریکا بالاخره اجازه داد زلنسکی اصول با روسیه بگه. فضای مجازی یک دنیای جدیدی است دیگه، شما بیشتر از بنده هم حتما مطلعید. یعنی فضای مجازی دیگه امروز مجازی نیست، امروز یه واقعیتی است توی زندگی مردم. اسرائیل بزرگترین عملیاتش رو با نام اردوگاه‌های تابستانی در کرانه باختری آغاز کرد و در همین ارتباط وزیر خارجه اسرائیل گفت که ارتش اسرائیل اکنون به طور فشرده این اردوگاه‌ها رو برای خنسا کردن زیرساخت‌های تروریستی اسلامی ایرانی که در آنجا ایجاد شدن اقدام می‌کنه. رژیم جمهوری اسلامی طبق مدل غزه و لبنان و با تامین مالی و تسلیح این خرابکارها و قاچاق سلاح‌های پیشرفته از اردن خواهان ایجاد یک جبهه خرابکار شرقی علیه اسرائیل در کرانه باختریه. وزیر خارجه اسرائیل گفت که این یک جنگ به تمام معناست و ما باید در آن پیروز بشیم. در همین ارتباط محمود عباس رئیس تشکیلات خودگردان فلسطین رفت عربستان، سالیوان مشاور امنیت ملی آمریکا رفته پکن، نخست وزیر قطر اومد تهران و نخست وزیر عراق رفت مصر، نخست وزیر مصر میره ترکیه و پوتین هم رفت آذربایجان، بعدش رفت چچن، مشاور ارشد بایدن در امور خاورمیانه رفته قطر
تا ببینه نتیجه دیدار دیروز نخست وزیر قطر با تهران چی بوده، که در همین ارتباط یک منبع نظامی اسرائیل به اسکای نیوز عربی گفت که ما قادر به انجام یک حمله پیشگیرانه در ایران، سوریه، لبنان یا یمن هستیم، اما این یک تصمیم سیاسیه. در همین ارتباط سید حسن نصرالله، دبیر کل گروه خرابکار حزب الله لبنان، در سخنرانی خودش تاکید کرد که عملیات اربعین که قرار بود انجام بشه ناموفق بود و نیم ساعت پیش از شروع عملیات جنگنده‌های اسرائیلی حملات گسترده‌ای به مواضع حزب الله انجام دادند. و حالا شرحی کوتاه از ماجرای لو رفتن عملیات محرمانه حزب الله توسط مأمور قدیمی موساد که در پوشش سفیر رژیم در بیروت فعال بوده. مقامات ارتش اسرائیل گفتند که عملیات حزب الله قرار بود با 1000 موشک از انواع مختلف انجام بشه، اما بر اساس اطلاعاتی که از یک منبع معتمد داخلی به اسرائیل رسید، موفق شدند که تنها 15 دقیقه پیش از شروع آن با 100 جنگنده بیشتر سکوهای پرتاب موشک رو منهدم کنند. در نتیجه حزب الله تنها موفق به پرتاب حدود 300 موشک شد و آنچه هم در صحبت‌های حسن نصرالله و هم مقامات ارتش اسرائیل استنباط میشه درز اطلاعات عملیاتیه که قرار بود به کلی سری و تماما غافلگیرانه باشه و آنطور که مقامات حزب الله گفتن بجز خود سید حسن تنها 3 تن از فرماندهان ارشد حزب الله و تنها چند مقام ارشد ایرانی از زمانبندی و چگونگی عملیات خبر داشتن که بجز این حلقه محدود تنها 1 نفر از جزئیات و زمانبندی عملیات خبر داشت و آن هم مشتبه امانی، سفیر رژیم در بیروت بود که جهت هماهنگی‌های لازم میان حزب الله و نیروی قدس سپاه در جریان قرار گرفته بود. اما بر اساس گزارش یکی از افراد امنیتی رژیم مستقر در سفارت ایران در بیروت، ایشان که در بخش مطبوعات سفارت مسئولیت پوششی داره، از پنجره اتاق خودش در طبقه 4 امانی سفیر رو دیده که به رغم ممنوعیت تماس مقامات سفارت از طریق گوشی‌های همراه به علت خطر رهگیری، ساعت 4 بامداد به بالکن اتاق خودش در طبقه 2 سفارت رفته و با یک گوشی همراه تماسی کوتاه گرفته و چیز رو هم تایپ کرده. سپس سیم کارت رو درآورده و با آتش فندک سوزوندش و باقی ماجرا هم قابل حدسه. و اکنون 24 ساعته که سفیر غیب شده و گمان زنی هایی از خروج ایشان از لبنان و ورود به اسرائیل وجود داره. اون وقت ارزشیان و سایبری های رژیم شدیداً تاکید دارن که بگن شایع است این خبر و این سفیر توییت زده و این موضوع رو انکار کرده. اما نکته قابل توجه اینه که اکانت ایشان توسط بخش فرهنگی سفارت اداره میشه و اگر ادعای این سایبری ها صحت داره، باید یک ویدیو منتشر کنن و اخبار درست رو بدن و ثابت کنن که اکنون این سفیر در سفارت حضور داره. ببینید دوستان، این اتفاق دقیقا مثل همان اتفاقی بود که در جنگ 6 روزه سال 1967 رخ داد. ارتش مصر، اردن، سوریه و لبنان آماده بودن که طلوع آفتاب آن روز حمله به اسرائیل رو شروع کنن، ولی ساعتی زودتر هواپیماهای اسرائیل ضربه کاری به فرودگاه و هواپیماهای جنگندشون وارد کردن و جنگ به نفع اسرائیل تمام شد. و جان کلام این که از تهران خبر محرمانه‌ای رسیده که بیمارستان مهر واقع در خیابان زرتشت به صورت کامل از بیماران تخلیه شده و فقط کادر پزشکی به صورت تقریبا قرنطینه در آنجا حضور دارند. به نظرتون چه شخص مهمی الان در این بیمارستان بستریه؟ اما خبر خوب اینه که خودتون را برای یک خبر خوب خوب آماده کنید، آن هم به زودی تا قبل از 5 یا 6 سپتامبر. پاینده ایران، جاوید شاه تا ابد و زنده باد رضا شاه دوم. بهترین ها رو برای تک تکتون آرزو دارم.
روز و روزگارتون خوش.